سلام، حالتون چطوره؟ دم همتون گرم. یه تشکر ویژه نسبت به همه دارم، نسبت به تک تک شما. آقا روی گل تک تکتون رو میبوسم از این فاصله. خیلی دوستتون داریم، خودتون میدونین که عاشقانه دوستتون داریم. این زنبوره هم دوستتون داره، علامت دو صورتم نشست. بچه ها، یه صحبتی که خیلی راجبش بابه، خیلی روش رسانه تمرکز داره و خیلی از دوستان سوال کردین از ما، فرقهای بین عسل طبیعی و عسل مصنوعی یا اصلا روشهای تشخیص بین این عسلات. که آقا ما الان داریم یه عسلی میخریم از شما، از این، از اون، از کارخونه، از مغازه. آقا ما الان اینا کجا بدونیم این اصلا طبیعیه؟ اصلا ما کجا بدونیم این اصلا خوبه، اصلا قابل خوردنه؟ چون بالاخره هر چیزی که توی جامعه باب میشه و یه قیمت مناسبی داره و رسانه روش تمرکز میکنه، اصولا دست سودجوها رو باز میکنه واسه اینکه بخوان یه سود بیشتری ببرن، سوء استفاده کنن از این موضوع. یه چیز همیشگیه، نه تو کشور ما، تو همه جای جهان به این شکله. اتفاقا این موضوع رو کشورهای خارجی خیلی بیشتره. بچه‌ها، یکی از راههایی که اینه که من میخوام بهتون همین اول کار راحت ترین روشی که میخوام بهتون بگم اینه که اول باید به طرف مقابلتون اعتماد داشته باشین، ازش عسل بخرین. تموم شد و رفت. دلیلم چیه؟ دلیل میخوام بهتون بگم. بچه ها، ما اول کار باید بدونیم که اصلا راجع به چه عسلی میخوایم صحبت کنیم. ما عسل یک مواد غذایی فوق‌العاده ناپایدار از لحاظ مواد تشکیل دهنده. بچه ها، یعنی نگاه کنین، جای کشور ما عسل با ناخالصی‌های متفاوت وجود داره. حتی نژادهای مختلف زنبور عسلی که تولید میکنن ناخالصی‌هاش متفاوته. همین موضوع باعث میشه که ما یک واحد اندازه‌گیری ناخالصی عسل ثابت نداشته باشیم. یعنی ما الان میخوایم یه عسلی رو به طور مثال آزمایش کنیم، ما نمیتونیم یه واحد ثابت اندازه‌گیری داشته باشیم. چرا؟ چون اینقدر ناخالصی زیاده. تمام اون واحدهای ثابت اندازه‌گیری همه حد و حدودیه و همه میانگینیه. اینطور نیست که به طور قانونی بعد عسل فلان قدر، به طور مثال ساکاروز داشته باشه، فلان قدر گلوکوز داشته باشه. پس این اولین موضوع که کار رو سخت میکنه واسه همه، این تفاوت توی ناخالصی های عسل. بچه ها، خب این یک. دومین موضوع، ما داریم راجع به عسل های صحبت میکنیم که زنبور تولید میکنه و عسل های صحبت میکنیم که انسان تولید میکنه و به صورت کارخونه تولید میشه. بچه ها، عسل هایی که زنبور تولید میکنن اصولا عسل نامیده میشه. چرا؟ حتی اگر به شربت خوراکی داده شود، یعنی حتی اگر شما به شربت شکر یا هر گونه چیزی بهش بدین، اون رو زنبور تبدیلش میکنه به عسل. یعنی میاد روش کار میکنه، داخلش برای موم، داخلش گرده گل، خود موم اضافه میکنه، داخلش هزار تا ناخالصی دیگه. این موضوع باعث میشه که اون تبدیل به عسل بشه. پس بچه ها، ما در مورد عسل طبیعی و عسل مصنوعی، حتی عسل تغذیه یک نوع عسل طبیعی هستش، عسل مصنوعی به حساب نمیاد. عسل مصنوعی عسلی گفته میشه که به صورت دستی از مواد غیر طبیعی درست میشه. غیر طبیعی منظورم که کارخونه‌ای درست میشه، مثلا فقط از مخلوط شکر یا حالا مثلا از گلوکوزها یا مثلا از نشاسته ذرت و خیلی چیزهای دیگه به صورت دستی، کارخونه‌ای و با دستگاه ساخته میشه. به اون میگن عسل مصنوعی و تقلبی. بچه‌ها، و اون مصارف دیگه ای داره، نه مصارف خوراکی. حالا چرا میان اینو تولید میکنن؟ دلیل تولید این عسل‌های مصنوعی به خاطر افزایش حجم عسل طبیعی یا تغییر ناخالصی عسل طبیعیه، واسه اینکه بتونن سود بیشتری ببرن، درآمد بیشتری ببرن و بتونن بالاخره یه جوری یه تقلبی توی کار باشه. حتی توی یه تعداد تحقیقات ثابت شده که شربت شکر معکوس باعث راحت‌تر هضم شدن عسل توی معده میشه، ولی خب این هم حتمی نیست و ثابت نشده، به صورت احتمالیه. پس ما اینجا فهمیدیم حتی عسل خوراکی هم عسل طبیعی به حساب میاد، که فقط تنها راه تشخیص عسل طبیعی از عسل خوراکی، عسل تغذیه‌ای، بچه‌ها، اینه که شما ببرینش آزمایشگاه که به صورت حد و حدودی به شما بگه که مثلا ساکاروز، گلوکوز، فروکتوزش از حد مثال بیشتره، که اونم باز سخت زمانی که شما با عسل طبیعی مخلوطش کنین. در غیر این صورت باید اون کسی که عسل ازش میگیرین انقدر وجدان کاری داشته باشه، انقدر انسان باشه، که زمانی که به شما داره اون عسل رو میفروشه بگه که آقا این عسل ما تغذیه است، این عسل ما 20%، 30%، 100%، 50% تغذیه است. پس راه عسل خوراکی، عسل طبیعی و عسل تغذیه، تنها راه شناختش همینه. بچه ها، گوله تبلیغات بیش از اندازه واسه گرفتن بازدید سایت های اجتماعی رو نخورین.
چون واقعا قابل شناسایی نیست. حتی حرفه‌ای ترین ها هم نمیتونن این موضوع رو بشناسن، چون راحت ترین راه برای افزایش مقدار عسل تقلب توی عسله. به راحتی میشه توی عسل تقلب کرد و شما متوجهش نمیشین. بهترین راه کاهش خرید از واسطه و افزایش خرید از منبع تولیده. یعنی شما بتونید از یه زنبوردار اونو بخرین و از یه زنبوردار با وجدان این کار رو انجام بدین. بچه ها این راه عسل تقلبی و عسل تغذیه‌ای و عسل طبیعیه. بازم دارم بهتون میگم بچه ها، عسل تغذیه هم شبیه به عسل طبیعیه، چون زنبور تولیدش کرده. وقتی زنبور تولید کنه یعنی اونو تبدیل به عسلش میکنه. حالا بعدا راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. اما عسل تقلبی بچه ها راه های شناختش، نمیگم که دروغ گفتن توی سایت اجتماعی، راسته که شما مثلا میتونین از یه روش های عسل تقلبی تشخیص بدین. به طور مثال میگن عسل طبیعی لک نمیندازه روی پارچه، ولی عسل تقلبی به خاطر میزان رطوبتش لک میندازه و جذب میشه. یا مثلا توی آب حل نمیشه عسل طبیعی به راحتی، ولی عسل تغذیه‌ای به خاطر بافت قندی و شکری که داره به راحتی حل میشه. بچه‌ها این آزمایش ها که اتفاقا توی سایت به صورت جامع تمام آزمایش های تشخیص عسل تقلبی از عسل طبیعی گذاشتم، بریم بخونین، مقاله کاملش هستش، گذاشتیمش داخل سایت، زمانی جواب میده که شما یک عسل 100% تقلبی و یک عسل 100% طبیعی رو با هم تست کنین. اما خب کارخونه هیچ وقت نمیاد مثلا عسل 100% تقلبی رو به شما بده واسه فروش. میان این عسل تقلبی رو به همون دلیلی گفتم، به منظور افزایش میزان عسل تولیدی و تغییر ناخالصی، میاد داخل عسل طبیعی قاطی میکنه و این قاطی شدنه باعث میشه که اون وقت توی آزمایشات خونگی شما به مشکل بر بخورید. بچه یعنی که امکان داره از 100 تا آزمایشی که وجود داره برای تشخیص عسل تقلبی و طبیعی 5 تاش جواب بده، 10 تاش جواب بده و همین تغییراتی که مثلا خب توی شمال زمین، یکی از دلایلی که میگن عسل تقلبی میگن شله، میگن راحت جابجا میشه. خب ما توی شمال زمین عسل بهارنارنج یکی از شلترین عسل است و رطوبتش بالا. پس همینجا این موضوع شکست میخوره بچه‌ها، این موضوع که عسل طبیعی شل نیست. پس به خاطر همین بهتون میگم عسل تقلبی زمانی قابل تشخیصه که 100% تقلبی باشه و عسل طبیعی زمانی تشخیص 100% طبیعی باشه. گول نخورین و اینقدر راحت باور نکنین. من میتونم چند تا راه خیلی مطمئن به شما بدم که بتونین لااقل مطمئن تر از اون روش های دیگه است. اولین چیزی که بهتون گفتم بچه ها کاهش خرید از واسطه است. یعنی چی؟ واسطه میشه کارخونه، واسطه میشه مغازه‌دار، واسطه میشه چی؟ بچه ها عسل باید از منبعش تهیه بشه. زمانی که شما از یک زنبوردار عسل رو تهیه کنین، دارین کمک میکنین به اون زنبوردار و با کمک به اون زنبوردار باعث میشه که اون پیشرفت بیشتری بکنه، کار بهتری رو انجام بده و ارائه بهتری به شما داشته باشه. بچه ها زنبوردار زمانی عسلش رو به واسطه میفروشه که کسی ازش نخره به صورت زیاد و شما با خرید از واسطه دست واسطه رو باز می‌ذارین توی این موضوع، چون واسطه براش اصلا نمیدونه اون عسل چیه، نه خبر داره اصلا منبع چیه، نه خبر، اصلا هیچی در مورد عسل نمیدونه. اون فقط نیاز به اون درآمد داره، حق هم بهش میدیم. همه جا همینه، همه جا به این شکل. دومین موضوع اینه که قیمت، این 100% نیست، ولی گاهی اوقات شما باید بیان یه تناسب بندی بین قیمت باید بکنی. بچه ها به طور مثال شما میدونین دیگه عسل توی شهرتون تو چه قیمتیه. به طور مثال مثلا اگه 1 کیلو عسل از زنبوردار کیلوی 150,000 تومنه، شما وقتی میرین یه عسل کارخونه‌ای رو می‌خرین 70,000 تومن، باید شک بکنین به این موضوع که چرا باید با یه همچین قیمتی شما تهیه کنین این عسل رو. دلیلش چیه؟ چون یه کارخونه دار هیچ وقت به خاطر شما کار انجام نمیده، به خاطر سود خودشه. پس وقتی بخواد پول بیشتر به دست بیاره، چرا باید بیاد عسل به همین ارزونی به شما ارائه بده؟ سومین موضوع، عسلی که دارین تهیه میکنین سعی کنین یک عسل خیلی شفاف تهیه نکنین. این راحتتون کنم بچه. دلیلش چیه؟ حتی عسل 100% طبیعی، عسل 100% طبیعی اگر با فیلتراسیون بالا فیلتر شده باشه، اون دیگه عسل نیست بچه. عسل‌های کارخونه‌ای و عسل‌هایی که به صورت تولیدی اضافه می‌کنن، میان با فیلتراسیون خیلی بالا مثلا آلترا فیلترها استفاده می‌کنن و باعث میشه که تمام ناخالصی‌های عسل گرفته بشه.
اگر حتی یک عسل کوهستان 100% طبیعی 100 ساله رو شما آلترا فیلتر کنین، تمام خواص مثل برمون، موم و گرده گل ازش گرفته میشه. عسلی که بدون گرده گل و ناخالصی باشه عسل نیست، اون یک شربت قندیه. اینو راحتتون کنم بچه. پس الان فهمیدیم که اولی موضوع میتونیم از یک زنبوردار با وجدان، ایشالله که همه هم میدونم همه زنبوردار انسانهای خوبی هن و با وجدان، میتونین ازشون تهیه کنین، از یک زنبوردار مطمئن میزان خرید از واسطه رو کاهش بدین، میزان مواد تولیدی کارخونه ای رو کمتر کنین توی اینجور موارد، با قیمت مناسبش خرید کنین، بشناسین، حداقل یک اطلاعات اولیه از عسل داشته باشین که اینکه عسل طبیعی مثلا عسل یه عطر خاصی داره، یه رنگ خاصی داره، یک بافت خاصی داره، اینا رو بشناسین. بچه ما که دیگه فکر کنم هزاران بار این موضوع رو توضیح دادیم، مقاله‌های خیلی بزرگی رو توی سایت گذاشتیم. و اینکه یه راه دیگه هم هست، تا جایی که میتونین نگاه کنین، اگر اطمینان ندارین از جایی که دارین خرید میکنین، سعی کنین عسل رو با شونه تهیه کنین. من میتونم یه کمک کوچیک بهتون داشته باشم، اگرم جای اطمینان ندارین، الان شما مثلا 1000 تا زنبوردار که اطمینان ندارین، سعی کنین عسل رو با شونه تهیه کنین. عسلی که با شونه تهیه شده باشه و کامل پولک زده شده باشه، یعنی عسلی که توی کندو تهیه شده و حداقل اطمینانی که دارین اینه که زنبور عسل تولیدش کرده، حالا هر چقدر تغذیه‌ای که میخواد شده باشه، مهم اینه که زنبور عسل تولیدش کرده. چرا؟ چون زنبور عسل زمانی که حتی آب شکر بخوره میاد اون ساکاروز، اون گلوکوزو حل میکنه و بهش مواد افزودنی خاص مثل همون گرده گل و اینها اضافه میکنه. بچه‌ها اصلی ترین خواص عسل اون گرده گلایی که داخلش، یادتون نره. فکر کنم دیگه اصلا گفتم دیگه، بیشترش دیگه 99% و 9% که از زنبوردار بگیرم. آخ من خیلی واسم بچه‌ها زنبوردار عسل بخرین، از زنبوردار. شما مثلا میخوای سبزی هم بخری، اگه کنارت کشاورزی نمیری از مغازه بخری، میری از کشاورز میخری، خب میبینی تو زمینش داره چیکار میکنه. بچه ها هر چی الان شما میگین چرا گرونیه، الان خب این موضوع رو بگم، ما هیچ وقت هیچ بحث اجتماعی چیزی نداریم. بچه ها میپرسین چرا گرونه؟ چون میری از واسطه میخری. منم اگر واسطه باشم یه پولی دادم باید یه سودی بکنم، واقعیتی. شما هم اگه واسطه بشین یه پولی دادین و باید یه سودی بکنین. اگر میخواین قیمت مناسب چیز مناسب تهیه کنین، باید از منبع خرید کنین. فکر نکنم توی ایران شهری باشه زنبوردار نداشته باشه، من که فکر نکنم. من هر جای بچه ها رو میبینم میگن ما زنبورداریم تو فلان شهر، تو فلان شهر، دمشون هم گرم. حتی خوشترین جاها، آره حتی خوشن، یعنی به کویری ترین حالت ممکن و سرد ترین حالت ممکن من دیدم زنبوردار هم. بچه ها سعی کنین ازشون خرید کنین، آره حمایتشون کنین. بچه ها وقتی حمایت ببینن وجدان کاری 100 برابر افزایش پیدا میکنه. دلی دارم بهتون میگم، حمایت کنین از همشون. خیلی دوستتون داریم، دم همتون گرم، عاشقتونیم، میبوسیمتون.